در طی چند روز گذشته متاسفانه از طرف نهادهای امنیتی فشاری بر فرمانداری سقز و شهرداری سقز مبنی بر تغییر آرامستان آیچی برای در دسترس عموم نبودن مزار ژینا به این نهادها ساده شده بود. در واقع مزار ژینا واقع شده در جاده اصلی آرامستان آیچی و دسترسی مردم به اون آسون بود، اما نهادهای امنیتی و حاکمان ضد انسانیت جمهوری اسلام این رو هم بر نتابیدن و سعی کردن با تخریب جاده اصلی و تغییر در لوکیشن و همچنین طرز معماری آرامستان مزار ژینا رو از دسترس عموم ناپدید و به شکلی از اشکال اون رو از دید عموم پنهان کنند. همونطور که همه ما میدونیم این شکایت به جایی نخواهد رسید، هرچند خانواده اعتراض و نارضایتی خودش رو به این اعمال حکومت اسلامی اعلام کرده و هم موقعی که این خبر دست پیدا کرد تعداد زیادی از خانواده جانباختگان این خیزش سراسری اعتراض خودشون رو نشون دادن و طی فراخوانی که چند روز گذشته ساده شده بود خانواده جانباختگان راه آزادی و این انقلاب زن زندگی آزادی جلوی فرمانداری شهر سقز اعتراضی رو نشون دادن به این ساخت و سازهای ضد انسانی و خلاف قانون، اما متاسفانه هیچ جوابدهی از جانب نه فرمانداری نه شهرداری و نه نهادهای امنیتی به اون صورت نگرفته. این رویه جدید نیروهای امنیتی هستش برای مقابله با خانواده جانباختگان این خیزش سراسری. بعد از فوت و کشته شدن ژینا هیچ گوری در پشت مزار ژینا وجود نداشت و جاده اصلی آرامستان آیچی واقع شده بود، اما بعد از کشته شدن ژینا و بازدید عموم مردم از سراسر کشور بر مزار ژینا، جمهوری اسلامی این رو هم برنتابید و سعی کرده در معماری این آرامستان تغییراتی ایجاد کنه و دسترسی مردم به اون رو سخت و غیر بازدید کنه. طی فراخوانی که خانواده جانباختگان راه آزادی دیروز صادر کرده بودند، تعداد زیادی از مادران این انقلاب دیروز در بستر مزار شهید راه انقلاب دانیال پایبندی دیروز در سقز بر مزار این شهید انقلاب زن زندگی آزادی حاضر شده بودند که متاسفانه در راه بازگشت تعدادی از خانواده داغدیده در مسیر سقز سنندج به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند و مکان نامعلومی اونها رو انتقال دادند و تا به این لحظه هیچ خبری از مکان بازداشت اونها در دسترس نیست.